بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای شفیع و صبور خداوند دانش خداوند نور همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف نهم سلام روزتان خوش امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان به خوبی خوانده باشید با 27 جلسه از مضمون بیولوژی صنف نهم مهمان خانه های شما هستیم امیدوارم که درس گذشته خوب خوانده باشید و با آمادگی کامل با ما همراه شوید تا درس های جدید را ما و شما یاد بگیریم خب شاگردای خوب در ابتدا یک بحث بسیار کوتاهی از مبحث هورمون ها باقی مانده که ابتدا او را با یکدیگر میخوانیم و پس از اون آخرین فصل از بیولوژی سنف با یکدیگر تحت عنوان آلودگی محیط زیست شروع میکنیم خب شاگردای خوب در جلسه گذشته ما با قدد آندوکرین آشنا شدیم و هرمون هایی که از هر کدام از این قده ها افراز می با این هرمون ها اگه به خاطر داشته باشید هرمون قده تایروید را خواندیم که گفتیم قده تایروئید دو هرمون افراز میکرد. یکی هرمون تیروکسین و یکی هرمون کلسیتونین که هر کدام از اینا رو هم به خاطر دارید که کلسیتونین و تیروکسین که جز هرمون های تایروئید هست اصلا خود قده تایروئید در تنظیم متابولیزم بدن نقش داره و این کار توسط هورمون تیروکسین یا تیتریتیفور انجام میشه و هورمون کلسیتونین در تنظیم کلسیم خون هست و زمانی که کلسیم خون افزایش پیدا کنه کلسیتونین میایه و کلسیوم های اضافی را از خون جمع میکنه و به بافت یا حجرات هدف میبره و در اونجا ذخیره میکنه خب دیگه با قده پارا تایروئید پارا تایروئید آشنا شدیم که قده پاراتایروئید هورمون پاراترومون افراز میکرد و پاراترومون در افزایش کلسیوم خون نقش داشت افزایش کلسیوم خون یعنی هورمون پاراترومون و کلسیتونین به ضد یکدیگر عمل میکنه خب هورمون پاراترومون سبب افزایش کلسیوم خون میشد یعنی زمانی که کلسیوم خون ما و شما کم میشد این هورمون پاراترومون از قده پاراتایروید آزاد میشد میرفت استخوان ها ها را تجزیه میکرد و روی جذب و باز جذب ویتامین دی دم اثر میگذاشت و از این سراح یا از این مکانیسم سبب افزایش کلسیوم خون میشد خب دیگر ما بخش اندوکرین قده پانقراس آشنا شدیم پانقراس یا همون بخش جزایر لانگرهانسش که دو هرمون انسولین و گلوکاگون آزاد میکرد انسولین و گلوکاگون خب گفتیم انسولین سبب کاهش قند خون و هرمون گلوکاگون سبب افزایش قند خون میشه دیگه غیر از این با هورمون های محرکی بود که از بخش هیپوفیز پیشین آزاد میشد که اونها بر روی این قدرت اثر میگذاشتند و سبب آزاد شدن این هورمون ها ما یک قده اندوکرین دیگر خواندیم به نام قده آدرنال یا قدد فوق کلیوی قدد فوق کلیه یا قدد آدرنال که این قدد آدرنال هم از بخش قشری و مرکزی خودش یک سری هرمون را افراز میکرد از بخش قشری چه هرمون را افراز میکرد؟ بله آدرنالین و نوروآدرنالین. که گفتیم این هرمون ها را به نام هرمون های ستیز و گریز میشناسیم و از بخش ببخشید از بخش مرکزی از افراز میشه باید جا جا نوشتم آدرنالین و نور آدرنالین از بخش مرکزی بود و از بخش قشری گفتیم که یک هورمون به نام هورمون کورتیزول کورتیزول این کورتیزول ما گفتیم در دواهایی که پس از جراحی های پیوند عضو انجام میشه به عنوان دارو مصرف میکنه کورتیزول ها کارش افزایش قند خون هست منتها اینه که پروتئین ها را تجزیه میکنه و یکی از نقش پروتئین ها در بدن ما و شما نقش دفاعی هست در نتیجه زمانی که کورتیزول ها پروتئین های دفاعی را تجزیه میکنه سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن سرکوب میشه حساسیتش کم میشه به همه خاطر هست که پیوند های اعضا پس زده نمیشه خب ای هورمون هایی بود که در جلسات گذشته خواندیم اما دو هورمون دیگه به عنوان آخرین هورمون ها هست که از سیستم هاضمه افراز میشه این هورمون ها چی هستش دو نوع هورمون داریم یکی هورمون گاسترین و یکی هورمون سکرتین هورمون گاسترین از جدار معده افراز میشه و هورمون سکرتین از جدار امعاء کوچک این دو هورمون از سیستم هاضمه هست خب زمانی که مواد غذایی از مری عبور کرد و از دریچه یا اسفنگتر کاردیا رد شد و خود به داخل معده ابتدا حجرات جدار معده هرمون گسترین افراز میکنه به داخل میده خب همین افراز شدن گسترین سبب میشه که حجرات دیگری حجرات نوع دیگری در جدار میده تیزاب میده یا اسید میده رو بسازن این تو نیست که اسید میده مستقیم هر زمانی که مواد غذایی وارد شد مستقیم و بلافاصله اونا افراز شود، نه افراز شدن اسید معده یا تیزاب معده نیازمند حضور هورمون گسترین داره ابتدا گسترین آزاد میشه و بعد از گسترین باز از از حجرات جدار معده از نوع دیگرشان خود تیزاب معده آزاد میشه خب این تیزاب معده و مواد غذایی با یکدیگر مخلوط میشه که در فصل اول مفصل خواندید زمانی که از پیلور یعنی دریچه انتهای معده رد میشه اونجا دیگه کیموس نام داره حالا این کیموس یعنی این مواد هضم یا گوارش پیدا کرده نسبه از داخل میده که میآید به امعای کوچک که وارد میشه در همو دوازده سانت اولش که از یا دوازده نام داره از دیواره خود امعای کوچک از جدارش حجراتش یک هرمونی به نام می میسازه خب بازی سکرتین مثل گسترین خبر کننده ی. چی خبر میکنه ای باز خودش میره و به قده پانقراس در او بخش برون ریزش یعنی در بخش اگزوکرینش اثر میذاره و به او خبر میده که او آنزایم های هضمی خودش آزاد کنه پس فراموش نکنین ما دو نوع هرمون دیگه از سیستم حازمه داریم که افراز میشه یکی گسترین و دیگری سکریتین خود اینا فعالیت خاصی رو تنظیم نمیکنن، بلکه اینا سبب افراز شدن اون دو ماده اصلی دیگه میشه گسترین سبب افراز شدن تیزاب معده می میشه و فرایند حازمه را تایی میشه کامل میکنه و سکرتین دستور میده یا خبر میکنه بخش اگزوکرین قده پانگراسه و قده پانگراس بخش اگزوکرین یا برون ریزش آنزیم های حزمی را میسازه و به ابتدای هم آی کوچک یعنی همو از نوعشر میریزه و فرایند هضم و جذب را تکمیل میکنه خب این هورمون هایی بود که از مبحث هورمون ها باقی مانده بود خب شاگردای خوب صنف نهم حالا موقعیت معده را به خاطر دارید دیگه این یک معده ای هست که فضای داخلش هم برای شما نشان داده که ماهیچه های حلقوی و ماهیچه های طولی هست که از جدارش گسترین آزاد میشه و با سبب آزاد شدن تیزاب میشه حالا این قسمت هورمون سکرتین ما و شما از ابتدای روده باریک هست یا همو دوازده ها یا اصناعشر یا دوازده سانت اول امای کوچکه که در خون ریخته میشه و میره به روی پانگراس اثر بسر خب حالا آخرین فصل بیولوژی سنف نهم در رابطه با آلودگی های محیط زیست شما اینا را دقیقا در سنف هشتم در فصل آخر سنف هشت هم خواندید. اما به دلیل اهمیت موضوع در کتاب شما دوباره به این موضوع اشاره شده و یک قطری کاملترش کرده. کامل خب اما آلودگی محیط زیست چی هست؟ ما به چه چیزی میگیم آلودگی؟ به هر نوع تغییر ناخواسته ای که در محیط زیست یا محیط زندگی اتفاق بیافته و کیفیت اون محیط زندگی را کاهش بده ما آلودگی میکیم. پس هر نوع تغییر ناخواسته ای که اتفاق بیفته و کیفیت پایین بیاره حالا کیفیت زندگی نمیگیم برای انسان بلکه برای نباتات و حیوانات شامل تمام موجودات زنده میشه حیات اونها را به خطر بندازن ما میگیم که محیط زیست ما و شما دوچاره آلودگی شده اما آلودگی های محیط زیست به چند نوع هست این موضوع را دیگه در صنف هشت نخوندید آلودگی های محیط زیست شامل دو نوع هست آلودگی های طبیعی و آلودگی های مصنوعی جالب بدانید که وجود خود باد، بادها، گردبادهای شدید، توفانها، آتش فشانها زمانی که اینها فعالیت را انجام میدن و دودهای ناخواسته ای را به محیط میرسانه یا همراه با طوفان ها زباله ها جابجا میشه ذرات گرد و خاک جابجا میشه اینها همه ایشان آلودگی های طبیعی نام داره یعنی چی یعنی اینکه دست بشر در اون دخالتی نداره بلکه اینها جز قدرت های طبیعی هست که اتفاق میافته اما در آلودگی های مصنوعی عامل اصلیش انسانه یعنی انسانه که سبب آلوده شدن آب و آلوده شدن خاک و آلوده شدن هوا میشه اگر انسان در این آلودگی نقش داشت جز آلودگی های مصنوعی و اگر انسان نقشی نداشت جز آلودگی های طبیعی میشه خب با آلودگی هوا آشنا میشیم آلودگی آب و خاک نسبتاً پارسال خواندیم اما آلودگی های هوا ما با چه به چه موادی مواد آلوده کننده هوا میگیم میگیم که به یک یا چند ماده ای که با یک غلظت مشخصی برای مدتی در هوا باقی بمونه دودهایی که میآید گرد و غبارهایی که میآید و آلودگی هایی که در محیط میآید اگر اینها برای یک مدتی در هوا معلق باقی بمانه سبب آلوده شدن هوا میشه مانند دودهای های بخاری دود زغال سنگ ها دود فابریکه ها و کارخانه ها که اینها قلیز هستند و مدتی را در هوا میمانه و سبب آلودگی هوا میشه خب ما در هوا چی گازهایی را داریم که سبب آلودگی هوا میشه حالا در پای تخته گاز ها را ما برای شما تشریح میکنم گاز های آلوده کننده هوا خب یک گاز که هست که در هوا باید باشه یعنی جز جدای ناپذیر از هوا هسته او همون کاربون دای اکساید هست کاربون دای اکساید می دانید که برای نباتات اهمیت بسیار زیادی را داره این کاربون دای اکساید سود یا فایده ای که داره برای فتوسنتز هست بسیار لازم و ضروری هست اما مقدار زیاد کاربون دای اکساید در دا هوا سبب بروز پدیده گازهای گلخانه ای میشه گازهای های یعنی چی یعنی که اینا سبب گرم شدن میشه سبب گرم شدن کره زمین میشه گفتیم که کاربون دای ها اطراف جو یا کره زمین مانند یک سپری میگیره و مانع تبادل دمای کره زمین با هوا میشه در نتیجه روز به روز دمای کره زمین بالا میره خب پیامدهایی هایی را داره که ما و شما لاحظ می زنیم دما که بالا بره یخچال های قطبی آب میشه با کمبود ذخایر آب ما و شما روبرو میشیم غیر از این موجوداتی که در اکوسیستم‌های های سرما و جاهای سرد زندگی میکده حیات اونها به خطر میافته و پیامدهای های نظیر این گاز دیگر گاز کاربون مونو هست کاربون مونو اک... خوب خب این گاز کاربون مونوکساید بیشتر از سوخت ناقص از سوخت ناقص مواد سوختی به وجود می آید بسیار سمی و خطرناک هم هست کاربون مونوکساید خب کاربون مونوکساید ها زمانی که اکسیژن به اون ماده سوختنی ما و شما چی چوب باشه چه زغال سنگ باشه یا هر چیزی که ما در داخل بخاری ها برای گرم کردن منازل و خانه ها استفاده می کنیم اکسیژن کافی نرسه و کربن دی از اونجا خارج نشوه تجمع گاز کربن مونوکساید CO او زیاد میشه و این چه حالتی داره تمایل بسیار زیادی با ترکیب شدن با هموگلوبین خونه داره که انشالله در سالهای با، بالاتر در کتاب بیولوژی ای رو میخوانین که زمانی که منو کاربون مونو وجود داشته باشه به جای اکسیژن این میره و همراه هموگلوبین کرویات سرخ خون ترکیب میشه و زمانی که اینا ترکیب شد کمبود اکسیژن در بدن رخ میده بنابراین سبب مسمومیت میشه حالا اینا یک طوری هست که این مسمومیت بسیار خطرناک و آهسته آهسته اتفاق میافته مخصوصا در فصل های سرد سال باید والدین توجه داشته باشه که حتما دودکش ها راه های خروجی دودها از بخاری را چک کنن که حتما دودها خارج شوه چرا که او سوخت کامل و خوب اگر نسوزه کاربن مونوکساید اگر تولید شوه حالا ای در دا داخل خانه وجود داشته باشه مخصوصا در شب و زمانی که همه خواب هستن آهسته آهسته اینا میره با هموگلوبین ترکیب میشه و افراد خانواده دچار مسمومیت میشه و یا به اصطلاح گاز گرفتگی اتفاق میفته و خدای نکرده بسیار خطرناک و کشنده است خب گاز های دیگه اکساید های نایتروژن اکساید هست که اینها هم خطرناک هست ما نایتروژن در طبیعت یا در هوا زیاد داریم زمانی که ای اکساید های نایتروژن همراه باران ترکیب شوه اینها تبدیل به تیزاب های خطرناکی میشه که هم برای نباتات و هم برای حیوانات بسیار مزر هست و دیگری سولفر دای اکساید سولفر دایوکساید ها حتما اینا رو در کیمیا میخوانید که اینها باز هم وجود اینا در هوا زمانی خطرناکتر میشه که همراه با باران یک جا میشه و باران های اسیدی یا باران های تیزابی را به وجود میاره این باران های تیزابی و باران های اسیدی همه سلفر دای هست که با آب باران یا بخار آب ترکیب میشه و زمانی که اینها میباره به سطح زمین اگر بر روی آبها بباره خب تیزابی شده و حیوانات را تهدید به مرگ میکنه و اگر بر روی نباتات بباره نباتات را هم همچنین باعث میشه که اینها از روزنه ها و سراخ های برق عبور پیدا کنه به داخل انساج نباتی نفوذ کنه و باعث مردن حجرات نباتی شود و اگر بر روی سنگ های ساختمانی حتی اینها بباره به مرور زمان به نماهای ساختمان ها و مراکز ساختمانی آسیب میزنه و اونها را هم در واقع یک حالت متخلخل یا سوراخ سوراخ را در ایجاد میکنه و باعث پیامت های اقتصادی میشه اینا گازهایی هست که به دلیل سوخت های فسیلی آلودگی های هوا دود موترها دود فابریکه ها و دود بخاری ها به فضا وارد میشن خب یک نوع آلودگی دیگر هم که شاید ما و شما کمتر به او به عنوان آلودگی توجه کرده باشیم آلودگی های صوتی هست اما آلودگی های صوتی چیه؟ همینطور که دی تصویر برای شما دی سلاید نشان میدیم هر صدایی که ناخواسته و ناخوشایند باشه برای انسان جز آلودگی های صوتی هست حتی صدای شنیدن یک موسیقی زمانی که ناخواسته باشه و انسان شرایطش نداشته باشه و از نظر روحی فرا مناسب شنیدن نباشه این یک نوع آلودگی صوتی هست خب آلودگی های صوتی رو ما به این خاطر که آرامش انسان برهم میزنه و سبب پیامدهای روحی روانی میشه جز آلودگی ها ما حساب میکنیم پس در نتیجه ما و شما باید توجه داشته باشیم که خدای خواسته سبب ایجاد آلودگی های صوتی برای سایرین و اطرافیانمان نشویم شاگردان خوب رسیدیم به پایان درس امروز انشالله که هرمونهای های و گسترین و آل... آلاینده های هوا و آلودگی های صوتی و اینها را به خوبی یاد گرفته باشید خب عزیزان همه شما را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می خداوند یار و نگهدارتان